نوروزی امسال از فروش مورد نظر تهیه کنندگانشون برخوردار نبودند. بنا به آمار رسمی، فروش فیلم‌های نوروزی امسال در قیاس با فروش سال گذشته با افت 53% روبرو شد. منتقدان میگن این بی‌رونقی بازار رو پیش بینی کرده بودند. به گفته منتقدان، سانسور و محافظه‌کاری شدید وزارت ارشاد اسلامی عوامل اصلی این بحران بودند، اما مدیران دولتی عوامل دیگری را برای این شکست تجاری سینمای تحت مدیریت خودشون برشمردند. به راستی چه عواملی باعث این رکود فروش شده؟ بابام که بابام 45 شهر پول یارانه اون نمیده. سالی که نکوست از بهارش پیداست. فروش فیلم‌های نوروزی امسال کمتر از نیمی از فروش سال گذشته بود و اینکه هیچ فیلمی به جز کمدی ایران برگر به فروش بالای 1 میلیارد تومان دست نیافت. خب این عکس‌ها هم برات می‌فرستم. رخ دیوانه به زحمت به مرز 1 میلیارد تومان رسید. دو تا بلیط دام. آخ اصلا قسط و اینا سخته، منم که استراحت مطلق هم پس از لتوپار شدن در اداری سانسور به زحمت توانست جایگاه سوم فروش را به دست آورد. فروش بعضی فیلم‌ها حتی هزینه تبلیغاتشان را نیز تامین نکرد. اومدی تهران گوکیو بخوری ها؟ نتیجه گیشه نوروزی فاجعه بار بود. منتقدان سانسور و محافظه‌کاری شدید وزارت ارشاد را عامل این فاجعه خواندند و عملکرد مدیران کنونی را بسیار بدتر از دوران شمغدری ارزیابی می‌کنند. به گفته این منتقدان، مدیران دولتی سینما از ترس بنیادگرایان تاکنون درجا زده و برنامه‌ای برای همسویی با مطالبات مردم ندارند. مدیر سینمایی وزارت ارشاد هم در دفاع از عملکرد خود همزمانی نوروز با سوگواری‌های دولتی معروف به ایام فاطمیه و عدم پخش تیزر فیلم‌ها از تلویزیون دولتی را عامل این شکست دانسته است. اما همزمان منتقدانی که ریشه بحران را در سینمای نفتی می‌دانند که ناشی از ورود ارگان‌های نظامی و شبه دولتی در این صنعت است. این منتقدان تولید سینمای نفتی را از آغاز تحریم نفت ایران و ورود جدی نهادهای نظامی به بازار سیاه نفت دانسته و میگویند این نهادها با هدف کنترل سینمای ایران و تغییر ذائقه مخاطبان پا به میدان گذاشته و بی‌نگرانی از بازگشت سرمایه دست به حذف انتقادات اجتماعی از درون مایه فیلم‌ها زده‌اند که نتیجه‌اش پدیداری سینمایی خونسا و بدون تماشاگر است. فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا ساخته سپاه که با شکست کامل در گیشه روبرو شد نمونه برجسته سینمای نفتی معرفی شده. با همه اینها سازندگان آن امروزه پروژه ساخت فیلم سردار را کلید زدند که قرار است تصویری آرمانی از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را ارائه کند. و برای ترویج نظامیگری تبلیغ آرمان شهری بر مبنای سازوکار پادگان ها را دستور کار قرار دادند. پادگان داشتن الان افتاده دست همین مهاجما، تکلیف چیه؟ جوون گفتن زیاد دارم ولی اجالتم میبینی که من اومدم. انتخابات اعضای هیئت مدیره تا پیش از این سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سینما با شناخت از ذائقه مخاطبان در استقبال از انتقادات اجتماعی و سیاسی در فیلم‌ها و پس از سال‌ها جدال با اداره سانسور توانسته بودند نقد حاکمیت را به زبان سینمایی به بخشی از متن فیلم‌ها بیفزایند.